وزرای صنعت و نیرو میهمان خانه ملت نعمتزاده و چیچیان آمده بودند تا گزارشی در خصوص برنامه ششم ارائه کنند و نمایندگان مجلس جدید را با زیر و بم برنامه آشنا. وزیر صنعت از چالش‌های پیش روی وزارتخانه‌اش گزارش داد که یکی از آنها ممانعت از تکنرخی شدن ارز بود. تا زمانی که ارز رو دو نرخه چند نرخه داشته باشید دارید به نفع واردات و به ضرر تولید ملی کار میکنید. یعنی واردات رو میتونن به ارز آزاد بیارن ولی تولید باید با ارز آزاد کارش رو بکنه. این مسئله است که ما از اول انقلاب داریم یک تصمیم شجاعانه میطلبه که مجلس انشاءالله باید حمایت کنه. وزیر نیرو هم از برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی گفت. چیچیان گفت بحران در راه است. برداشت از آب‌های زیرزمینی مواجه هست با اینکه برداشت‌های غیرقانونی به شدت افزایش پیدا کرده و الان از 609 دشت کشور 330 دشت با وضعیت بحرانی مواجهه. به عنوان نمونه در استان کرمان باغات پسته‌ای که بسیار هم از نظر اقتصادی ارزش داره، این باغ‌ها خشک شده در بخش‌هایی. کشاورزان ناچار شدن که درخت‌ها رو به عنوان هیزم قطع بکنن، هیزم تولید بکنن و ببرن استفاده بکنن. بعد از اتمام صحبت وزرا، کواکبیان نماینده تهران در اعتراض به گزارش وزرا تذکر داد. بعضی از این وزرا فکر میکنن شاگرد مدرسه‌ای گیر آوردن. بحثایی که تو روزنامه ها میشه یافت اینجا میان برای ما مطرح میفرمان. من خواهشم این است که اگر واقعا قرار است که کاری بشه برای مردم، حداقل دستور میفرمودید جلسه غیر علنی باشه. واقعا رهبر معظم انقلاب میفرماند که من از بیکاری جوونا شرمنده میشم. خب وزیر صنعت ما بیشتر باید شرمنده بشه. ایشون هیچ راه حلی الان در صحبتش برای ایجاد اشتغال که اولویت اول ما هست من ندیدم. تذکری که البته پاسخ داشت. ولی انصافا اگر حرفایشون رو نگاه میکردید و گوش میدادید، ایشون روشن حرف زدن. فرض کنید گفتن پروژه اولمون در سال 95 اینه که 7500 واحد تولیدی خوابیده را بندازیم. دیگه عملیاتی حرف زدن. حالا شما ممکنه بگید ازتون بر نمیاد، ولی حرفشون عملیاتیه. دیگه چجوری باید حرف بزنن؟ این معنیش اینه که امسال چقدر شغل داره ایجاد میشه. امروز همچنین 255 نماینده مجلس در نامه‌ای به رهبر انقلاب تأکید کردند مجلس دهم با عزم و روحیه انقلابی قانون برنامه ششم توسعه و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را در اولویت خود قرار می‌دهد.